با نام و یاد خدا، همراهان همیشگی کالج تیبور سلام. نوروز نجات هستم، عضو پروتیم کالج تیبور. با سری پادکست های آموزش بورس در خدمت شما هستم. در بازار بورس حتما مشاهده کرده اید که معاملات در بعضی سهام متوقف می شود و به اصطلاح آن سهم بسته می شود. به دلایل مختلفی وضعیت نمادها تغییر می کند. قصد داریم در این فایل صوتی انواع حالات مختلف یک سهم را بیان کنیم. به طور کلی تمام شرکت هایی که در بازار بورس یا فرابورس فعالیت دارند ممکن است 4 حالت برای آنها رخ دهد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. یکی از این حالات حالت مجاز سهم است که در این حالت سهم در وضعیت عادی قرار دارد و معاملات سهم مجاز خواهد بود. حالت دومی که برای سهم اتفاق می افتد حالت مجاز محفوظ است. هنگامی که سهم بسته بوده و در حال بازگشایی باشد، قبل از بازگشایی نماد سهم در این وضعیت قرار می گیرد. در این حالت ارسال سفارشات در نماد انجام می شود ولی هیچ معامله ای صورت نمی گیرد. پس از اینکه خریداران و فروشندگان در حجم و قیمت مناسب با هم به توافق برسند، توسط ناظر بازار تایید می شود و معاملات سهم پس از مجاز شدن سهم انجام می شود. قبل از بازگشایی کشف قیمت سهم در این مرحله صورت می گیرد. حالت سوم حالت ممنوع سهم است که در این حالت معاملات سهم انجام نمی شود و نماد سهم به دلایلی بسته است و یا بعد از کشف قیمت نماد سهم مدت کوتاهی در این وضعیت قرار می گیرد و سپس توسط ناظر بازار با مجاز شدن سهم معاملات انجام می شود. حالت چهارم حالت ممنوع متوقف است و زمانی که سهم بسته است و تا اطلاع ثانوی که معمولاً بیشتر از یک روز کاری بسته می ماند، نماد سهم در این حالت قرار می گیرد. در مورد تفاوت ممنوع و ممنوع متوقف میتوان گفت در حالت ممنوع سهم موقتا بسته است و به زودی باز میشود، اما در حالت ممنوع متوقف سهم کاملا بسته است و تا اطلاع ثانوی انجام معامله در آن نماد امکان پذیر نخواهد بود. این 4 حالت به دلایل متداولی برای سهم اتفاق خواهد افتاد که در فایل صوتی بعدی به طور مفصل این دلایل را توضیح خواهم داد. با ما همراه باشید. خدا یار و نگهدارتون.